تنوع محصولات لبنی بازار از دید مشتریان از بین رفت، یعنی در دوران جنگ. آقای مهدی محمد علی توضیح میده چقدر خرید سخت بود. به اون صورت تنوعی وجود نداشت، یعنی که اصلا عملا دست هیچ شرکتی حتی باز نبود برای عرضه به اون صورت محصولاتش. اینجا بود که خانم فتانه آبادیان و همسرشون که دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بودند، سعی کردند با سفر به روستاها و جمع‌آوری اطلاعات از تولید کنندگان محلی تنوع مواد مغذی در لبنیات رو به صنعت اضافه کنند. اولین بار تولید انواع ماست‌های طعم‌دار در ایران رو شروع به کار کرد. در ماست‌های طعم‌دار بخشی که در لبنیات یا ماست هست، بخش عمده از اون توسط انواع سبزیجات و سبزیجات مثل ماست کدو، ماست لبو، ماست زن و در آخر ماست بسیار خوب مثل ماست سالاد که انواع غلات به ماست اضافه کرد. تولید سالانه 350 تن محصولاتی مثل ماست مملو و زیتون و گردو و یا ذرت و پنیرهای کم نمک و کم چرب و دسرهایی با طعمهای محلی میزهای جهانی رو هم به خودش جلب کرد. توسط چند تا از همکارامون که نزدیک 20 تایی هستن، هفته هر کدومی هفته یک بار رو این مسیر رو به مقصد عراق طی میکنیم. خانم آبادیان قصد داره همه طعم‌های فراموش شده ایرانی رو به میزهای جهانی برگردونه. تولید محصولات لبنی سلامت محور کیفی موجب شده شرکت‌های بزرگ اروپایی در فنلاند و هلند تولید مشارکتی خودشون رو با این مجموعه در 6 ماه آینده آغاز کنند.